فایتری که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم کسی نیست جز همین چهرهی که مشاهده میکنید، دمیان مایا. شاید خیلی ها باش آشنا نباشید، ولی این فایتر یه نکته خیلی کلیدی داره، یه نکته خیلی کلیدی که باعث موفقیتش شده، اونم برزیلیان جوجیتسو بی نظیری که داره. دان پنج کمربند مشکی برزیلیان جوجیتسو و قهرمان جهان جوجیتسو. ببینید چه میکنه این فایتر وقتی که اومد در UFC، مثل بختک میچسبید به همه، وله میکرد همه رو، انقدر میگرفت تا ریر نکت چوک کنه، تا فنون کامل جوجیتسو رو اجرا بکنه. بی نظیر بود. ببینید برای زیرگیری اقدام میکرد، حریف رو میآورد در خاک، و وقتی که در خاک میومد چه در دفاع بود چه در حمله، حریف رو ساب میشه میکرد. ببینید چه فنونی وارد میکنه، حریف چه فنایی میزنه. پا رو گرفت لگ لاک و اجازه نمیده حریفش بلند بشه، این عنکبوت تار و مار میکنه حریفو و ول نمیکنه، سویچ میکنه، ترانزیشن میکنه. اگه دلش بخواد حریفو محکم هم گرفته باشه، ضربه های خوبی هم به حریف میزنه، ولی واقعا میترسیدن حریفاش ازش، چون اگه میگرفت حریفو خطرناک بود و ول نمیکرد، چه در خاک باشه، شونش در زمین باشه، تراینگل رو جمع و جور میکرد، گوگو پلاتا، اوم پلاتا، تمام فنای جوجیتسو رو، ریورس تراینگل، همه چی رو اجرا میکرد. ببینید حریفو چقدر قشنگ با تراینگل محکم نگه داشته و میبینه حریفش چوک نمیشه، شروع میکنه ضربات پیاپی رو به حریف زدن. دان پنج کمربند مشکی برزیلیان جوجیتسو کار هر کسی نیست دوستان. دیاز به اون خفنیش دان دوه. ببین چقدر جوجیتسوش در سطح و کلاس متفاوتی بوده دمیه مایا، و حریفا رو چی جوری میچسبید و ول نمیکرد. در خاک نباید میرفتی با این حریف، اگه میرفتی ببین چه اتفاقاتی میافتاد، قف میکرد، ولت نمیکرد. حتی اگه در خاک بود حریفش میخواست ریر نکت چوک کنه، اون رو چوک نمیشد، ریر نکت چوک نمیشد، ساب میشن نمیشد. هیچ کس در تاریخ MMA UFC نتونست این حریف رو ساب میشن کنه، و اونه که ساب میشن کرده همه رو. نگاه کنید با اینکه حریفاش خواستن اونو چند بار ساب میشن کنن، رفتن گردنش هم گرفتن، ولی اومده بیرون. بابا قهرمان جهانه، چند دوره قهرمان برزیل هم هست، خود برزیل هم قهرمان جوجیتسو شده، حریف نداره. تو ولتریت بی‌نظیر بود در جوجیتسو، حریفو می آورد در خاک، گراند اند پاندای عالی. و نکته خیلی مهم برای ما اینه که ما کشتیگیرای خوبی داریم، میتونن حریفو تیک داون بکنن، ولی این فنون رو واقعا توش تبحر ندارن. من هنوز فایتر خوب ایرانی ندیدم که در جوجیتسو عیارش مثل اینا باشه. بلدن، اما جوجیتسومون واقعا خیلی کار داره. امیدوارم یه روزی برسیم که سطح بالایی داشته باشیم. انقدر حریفو میزنه به سرش تا دستشو ول کنه بتونه ریر نکت چوک کنه. دمیان مایا برای زیرگیری اقدام میکنه، نتونه حریفو بلند بکنه، فتح پا میزنه میاره پایین، نتونه ترانزیشن میکنه، نتونه اصلا میره در خاک، به حریف میگه بیا جلو. نباید جلو این حریفا شما بری در خاک، بری در خاک، رفتی در باتلاق، ببینید چه جوری در باتلاق خفه میکنه حریفو، در جا میگیره ریر نکت چوک میکنه، یه نی میزنه، یه فتح پا حریفو میاره در خاک، همونو میره در مانت، اجازه نمیده حریف تکون بخوره، مانت گاردو گرفته، تراینگلو جمع و جور میکنه و حریفو چوک میکنه. خیلی کارش درسته، خیلی در جوجیتسو درسته. برزیلیان جوجیتسوش بی نظیره، خودش هم برزیلیه، ولی در برزیل هم جزو بهترین هاست، جزو کساییه که از سال 2001 قهرمان جهان شده و واقعا یکم میتونیم بگیم دیر اومد در UFC. با تایرون وودی هم مبارزه کرد برای سر کمربند و اونجا شکست خورد ازش و نتونست فنون خوبش رو اجرا کنه، وگرنه میتونست کمربند قهرمانی UFC رو هم داشته باشه. دو بار برای کمربند رفته بود. ببینید چه میکنه به حریف وقتی میچسبه، اینه بختک فلش نمیکنه، ضربات پیاپی که برمیذاره برای زیرگیری اقدام میکنه، میاره حریفو در خاک، یه پیچ میزنه، چقدر قشنگ فتح پا رو اجرا میکنه و حریفو میاره در خاک. حریفا میدونن که اگر بیان تو خاک دمیه مایا، بلند شدنشون با خداست. واقعا حتی اگه نتونه زیر طرفو بگیره، نتونه بیارتش در خاک، علاقمنده که حریفش اونو زیرگیری کنه بیاره در خاک. آدم باهوش نباید اجازه بده اصلا در خاک این حریفا بره. یعنی کشتیگیر اگر بیاد با دمیه مایا، کارش سخته. کشتی واقعا سخته با جوجیتسو کار، چون جوجیتسو کار دوست داره که گرپ بشه. بیکاز بهترین گرپلرهای تاریخ UFC، یکی از بهترین جوجیتسوکارهای تاریخ UFC، دمیان مایا. ببینید میگیره زیرو، بلند میکنه حریفو میاره در خاک، در خاک شروع میکنه ضربه زدن تا دستا رو بتونه واس کنه، راهی پیدا بکنه برای ساب میشن کردن حریفاش.
چقدر قشنگ میچسبه به حریف. 39 تا بازی کرده، 28 تا برد داشته، 3 بار ناکاوت کرده، ولی 14 بار ساب میشن کرده حریفاشو. دنبال ساب میشنه. ساب میشن کار حرفه‌ایه. دوستانی که نمیدونن ساب میشن چیه، خب بعضی از دوستان تازه شاید به ما ملحق شده باشن، فنونی که حریفو تسلیم کنی، مثل اینکه آرنج حریفو خلاف مفصل بری، گردن رو بگیری، زانو رو بگیری، مچ پا رو بگیری، مفاصل رو بگیری، به هر طریقی حریفو بتونی تسلیم کنی. اینجا گردن رو مثلا گرفت، بهش میگیم ببین، ولی با یه فن جالبی گرفته، ریر نکت چوک میکنه، اما ببینید این امضای خودشه، با شونه و چرخش باعث میشه گردن حریفم کج بشه، یعنی هم گردن درد داری هم داره خفه میشی، دو تا با هم. تو باید لول بالایی داشته باشی تا بتونی این فن رو اجرا کنی. امضای درمی مایاسینا، گراب کردناش بی نظیره و 9 بارم با دیسیژن، ببخشید 11 بار با دیسیژن برنده شده، 9 بار با دیسیژن باخته، یعنی با رأی داورا، ولی هیچ کس نتونسته این فایتر رو ساب میشن بکنه. بی نظیره درمی مایا، شما فقط نگاه کنید کلاس کار کردنش رو. اینجا برای زیرگیری میخواست ازش اقدام بکنه که بیارنش در خاک و اجازه نداد. حریفو میاره در خاک، ببینید چقدر قشنگ ضربه های خوبی که در مانت گارد میزنه. اینجا خودش برای زیرگیری اقدام میکنه، حریف رو میخواست بیاره در خاک که نتونست، حریفش اومد در خاک ولی پا رو میگیره، عین کروکودیل ول نمیکنه، ول نمیکنه پای حریف رو و دو خم میگیره و میارتش پایین. واقعا انگار هر پنجش 10 تا انگشت داره، بگیره ول نمیکنه و قفلی که در پا میکنن در ماونت گارد، ببینید پاشون خیلی قشنگ قفل میکنن به حریف، میچسبن، راهی باز نمیذارن، سوراخی باز نمیذارن که حریف بتونه در بره. پا رو قشنگ قلاب میکنن، پا رو لاک میکنن، گردن حریف رو میگیرن. دیگه واقعا اینجا تو میخوای چیکار کنی؟ هر کی باشه تمومه. بله تپ، وقتی پا رو قلاب کرده از اون برم دست رو قلاب میکنه، تموم کار حریف. نگاه کن اینجا چجوری میره پشت حریف و پا رو در سگک قلاب میکنه و ضربه زدن به حریف آویزون شده رو حریف، اصلا تو جایی که تعادل شما نداری و ترانزیشن عالی رو مانت گارد. در مانت پوزیشن حریف میخواد بیاد بیرون که میره تو بک سیتینگ، تو فلت، واقعا فلت بک رو کامل گرفته، بک سیتینگش عالیه، میاد در پشت، ببینید با آرنج حریف رو میزنه، با مش میزنه تا دست حریف از بالای سرش بیاد پایین، تا بیاد پایین دست رو میندازه گردن و ریر نیک چوک انجام میده. فنون کامل برزیلین جوجیتسو رو بلده و کامل اجرا میکنه و وقتی شما به این حد میرسی یه سری فنون برای خودت هم داری. تیک داون ها رو ببینید، برای همینه که الان جوجیتسو کارا در دنیا خیلی 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 سرمایه گذاری دارن میکنن توی یاد گرفتن کشتیشون. ما کشتیگیرای به این بی‌نظیری داریم، حسن یزدانی رو همه میشناسن در دنیا، حتی جوجیتسو کارا هم کامل میشناسنش و آرزوشون کشتیشون مثل اون باشه، ولی ما استفاده نمی کنیم، در صورتی که باید استفاده کنیم از این کشتیگیرا برای آموزش دادن به جوجیتسو کارا. یه زمانی در MMA 60% 70% کشتی بود، الان 60-70% جوجیتسو، ولی جوجیتسوش هم لازمش تیک داون کردن، اگه بتونی تیک داون بکنی یه لول بالاتری، با اینکه میتونی دیفنس هم در خاک بکنی ولی یه لول بالاتری. شما ببینید این فایتر هر کاری که میکنه در ایستاده نیست، در خاکه، میره که بگیره حریف رو در خاک فنون اجرا کنه، اون موقع است که دمی مایا میشه دمی مایا، حالا چه در زیر چه در رو. ببینم مچ پا، هم مچ پا حریف رو گرفته، سگک کردن پاها، قلاب کردن پاها، لاک کردنش، حریف رو ببینید با پا لاک کرده، بسته، قلاب کرده و شروع میکنه ضربه زدن تا دست حریف رو آزاد بکنه. خودتون یه لحظه جای حریف بذارید، تمام، گردن رو گرفته دیگه، باید خداحافظی کنه دیگه، یواش یواش باید تب بکنه. ها چشا داره میره، تب، تمام و تسلیم. دمیان مایا، فایتر بی نظیر، گرپرل عالی. خیلی ها میگن که مثلا حبیب فایتر نیست، اگه فایتر بود وایساده فایت میکرد. دوستان اسمش MMA، میکس مارشال آرتس، یکی از مهمترین داستاناش خاکه. خاک خودش یه مکتب جدا داره، یه داستان جدا داره، شما باید خاک خوب داشته باشی. ببینید چقدر قشنگ در چه لول بالاتری گرپلره، واقعا گرپلریش خیلی بهتر از حبیب و فایترهای دیگه است، سابمیشن کاریش خیلی قوی تر از اونه، یعنی مبارزه اگه بزنن با حبیب فقط گرپلینگ باشه و جوجیتسو، قطعا بدونید دمیان مایا برنده است. ولی خب ترکیب اینا میشه MMA،
نمیتونی بگی فلان چیزو نزنین فلان چیزو نزنین، این چیز خطاست، اون یکی خطا نیست. ببینید قشنگ پارو قلاب کرده در ایستاده، حریف اصلا اجازه بهش نمیده هیچ کاری انجام بده. در خاک نشسته به حریف، در پشت حریف ضربه زدن، این ضربه زدن ها حواس حریف رو پرت میکنه تا بتونه فنون دیگه جوجیتسو خودش رو اجرا بکنه. تیک داون عالی که انجام میده. دمی مایا این چهره، چهرهش هم نمیاد انقدر قلدر باشه، خیلی صاف و ساده و صادق میخوره استایلش. حالا اینا رو برای مزاح میگیم، ولی نگاه کنید قشنگ چهره عادی ولی فایتر ششتونگ عالی در برزیلیان جوجیتسو و میکس مارشال آرتس. این هم دمیان مایا در سری برنامه های معرفی فایترهای خوب دنیا امروز به دمیان مایا رسیده بودیم. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ویدیو اینجوری باحال گذاشتیم براتون بتونید سری ببینید. اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد لطفاً برامون بگین، نظراتتون هم بگین. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، حتماً برید ببینید، یه دنیایی از مبارزات برای شما باز میشه. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید.